کارگاه قرآن پژوهشی کارشناسانه در بنیانهای کتاب محمد قرآن در برابر دانش اندیشه و فلسفه از قرآن اریان تا قرآن زیر زربین آدمیان برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی بله همه هنان گرامی درود دارم خدمتتون خدمت همه شنوندگان و بینندگان گرامی رادیو تلویزیون مانی درود دارم خدمت استاد بزرگم پروفسور آیرملوی گرامی و همچنین جناب مانی و اون همه تلاشهاشون برنامه امروز خودمون رو آغاز میکنیم من همچنان که میدونید عزیز دادیار هستم و در برنامه کارگاه قرآن باز هم همچنان در خدمت زحمات و تلاش های پروفسور آیرمدوی گرامی هستیم برنامه امروز ما موضوعش هست ادعاهای خیالی خدایان در روز دوم خلقت میکروفون رو در اختیار استاد بزرگوار میگذارم بفرمید خواهش میکنم درود بر شما آقای دادیار عزیز درود بر دوست گرامی من آقای مانی که قبل از ما میان بعد از ما میرند این فرصت رو فراهم آوردند درود بر همه عزیزانی که واکنششون میدن وجود دارند حضور دارند و به من عادت کرده ی معلم کلاس این پیام را میدن که ما در این کلاس نشستیم و گوش میدیم پیام میدن سوال میکنند و من بعض موقع میبینم که یک نفر وقتی نظری مطرح میکنه دیگران به گفتگو میشینند که زیبایی خودش را داره و در واقع با یک گل به قول معروف بهار نمیشه یا با یه دست صدا نمیشه و بسیار زیباست و باید بتونیم ادامه بدیم ما باید فراوان بشیم ما باید تعدادمونو کیفیتمونو کمیتمونو بالا ببریم آقای دادیار به من در یک درد دلی که داشتیم این هفته به من گفت که آقا این حرفها صدها سال گفته شده رفته نسل به نسل توی مغز مردم توی مغز انسانها از بچگی تا بزرگی ما هم باید صدها سال این را تکرار بکنیم تا جبرانش کنیم درود بر ایشون واقعیتش اینه که برای حضور اجتماعی برای ایجاد تغییر تحول در تاریخ تمدن خودمون راهی جز اینکه بشنویم گوش بدیم تلاش کنیم پیش ببریم بیندیشیم، نقد کنیم بحث کنیم نداریم درود بر همه شما عزیزان من اسم برنامه رو گذاشتیم ادعاهای خیالی خدایان در روز دوم خلقت در واقع من همیشه طرفدار این بودم که قبل از اینکه اسمی بذاریم اول دلایلش رو مطرح کنیم بعد بگیم یعنی شاید خیالی نمی گفتیم بعدش معلوم میشد که خیالیه ولی چون در اینجا به مسئله میپردازیم که از همون لحظه اولش شما عزیزان بی توجه به این که چه اعتقاد دینی دارید ندارید اندیشه فلسفی دارید باور دارید ندارید خواهید دید که این مسائل در واقعیت از زاویه عینک دید امروزی نه عینک علمی از زاویه اطلاعات امروزی اطلاعات عمومی امروزی که هر بچه دبیرستانی و دبستانی هم امکانم میدانه واقعا خیالیه خدمتون گفتیم تمام این برنامه در کلیات خودش در درون این کارگاه قرآن این قسمتش که ما تکیه کردیم پیش میبریم از این زاویه که به قرآن نگاه میکنیم و به جز قرآن به هیچ کتاب دیگه به هیچ بحث دیگه به هیچ تفسیر دیگه نگاه نمی کنیم و خودمونم به خودمون اجازه هیچ بحثی نمیدیم همش برای اینه که بدونیم که اینها دقیقا در این کتاب ها خدایان خالق این کتاب در این آیه های نازل کردن در مورد خلقت زمین آسمان یعنی اساسی ترین عنصر خلقتشون اساسی ترین دلیلی که اینها به عنوان اینکه ما خدا این و دنیا را خلق کردیم به کار میبرند این رو در برابر علم و در برابر منطق فلسفی قرار بدهیم این جزء این برنامه است در داخل این چارچوبه خارج از این چارچوب سعی میکنیم تا حد دیگه بیرون نریم ولی تعدادی از سوالاتی وجود دارن در رابطه با این که من من سعی میکنم که در پایان برنامه وقتی برنامه تمام شد یه چند دقیقه تند تون اونها را بپردازم اما یک سری سوالات اساسی وجود داره که قبلا هم گفتم آقای دادیارم مطرح کرده بود دوستان دیگر مطرح کرده بودند اینها بحث های طولانی هستند و در پایان این قسمت به اینها مفصل تر پرداخت خواهیم کرد در جلسه قبل یعنی در روز اول خلقت اون چیزی که در تورات قید شده و اون چیزی که در قرآن قید شده از توراک گرفتیم که در روز اول زمین را خلق کردند، نور را خلق کردن شب روز را خلق کردن آب را خلق کردن و ما در این مورد آمدیم تک تک تاریخچه های اینها رو از دیدگاه علمی از دیدگاه دریافته علمی از دیدگاه پیدایش پیدایش و دریافته علمی یعنی اون چیزی که علم از زمینه های مختلف به وجود آورده و این علمی هم که من صحبتشو میکنم علم کلاسی که یک آدم فیزیکدانی که عمرش در این صرف شده نیست علمی که هرکس میتونه با اینترنت بزنه و براحتی به این دسترسی پیدا کنه یعنی جز اطلاعات عمومی ندارم صحبت میکنیم علم, علم و علم و علم صحبت میکنیم این نیست که آره طبیعتا آدم بخواد بره فیزیک بخوانه در دانشگاه و این هرچه بالاتر بره باید یه پایه فیزیکی داشته باشه ولی اینا احتیاجی به هیچ پایه به هیچ مطلبی نداره چون درک عمومی اطلاعات عمومیه از بعد از اینکه ما این بحث ها تمام شد و گفتیم که آقا این ادعاهایی که وجود داره یا این حرفه که گفته شده جز ادعایی چی نیست امکان این خلقت وجود نداشته ناممکن بوده وقتی ناممکن بوده هیچ کسی نمیتونست انجام بده از اون تیکه یه قسمت یا دو تا بحث خیلی کوچیکه دارم که بپردازم به روز دوم یعنی خیلی روز مهمتری چرا که روز دوم روز خلقت آسمانه و ما خواهیم دید که دنیا یک دفعه عوض میشه در اینجا خواهیم دید که در اونجا در قرآن 310 تا آیه یا 310 مورد در قرآن فقط به مسئله آسمان آسمان ها پرداخته و مسئله خیلی مهمیه بحث خواهیم اولین مسئله که در رابطه با بحث در مورد نور تمام بکنم اینه که ما گفتیم که از نظر علمی یا از نظر دانش عمومی یا از نظر اون دانش که در دبیرستان ها تدریس میکنن نور نوعی انرژی الکترومغناطیسی و حاوی ذراتی به نام فوتونه نه خلاصه کنیم نور انرژی الکترومغناطیسه نه بازم خلاصش کنیم نور انرژی تمام حالا بحث برای این, این انرژی نظریه در مورد اینکه این موجی پخش میشه که یک چیزا رو توجیح میده به صورت ذرات و فوتون پخش میشه اینا رو اصلا واردش نمیشیم فقط نور انرژی ولی ما یک چیز رو میدانیم جز به اطلاعات عمومی که انرژی شکلی از ماده است ماده یا ماتریا انرژی شکلی از ماده یا ماتریا است حالا میگه ماده چیه ماده هر چیزی که جرم داره و حجمی داره حالا میخواد این یه میکروب باشه جرم حجم چقدره میدونه یه گرد و که در فضا همینجا من شما تایی تنفس میکنیم وجود داره میتونیم این چوب و درخت و نمیدونم گل و تلفنی که دستمونه این کامپیوتری که دستمونه باشه میتونه کره زمین باشه میتونه کره خورشید باشه میتونه کرات میلیون ها برابر زمین و خورشید باشه فرق نمیکنه اما یا ترشح کرونایی ترشح کرونایی به قول شما ترشح کرونایی باشه مسئله اساسی این است که هر کدوم از اینها یک فضایی را پر میکنند یعنی حجم دارند و هر کدام از اینها جرمی دارن هر چیزی که اینها را داشته باشه اشمش ماده است خب ما قبلا در مورد بحث کردیم این بحث رو در مورد خلقت امکان خلقت ادامه خواهیم داد تیکه تیکه هر رو تر بریم دیدیم که در به وسیله قانون پایستگی لوازیه و بعد از اون حتی در فیزیک های پیشرفته تر و متعول امروزی نتیجه این است که ماده از بین نمیره ماده رو میشه تقسیم کرد یک میلیارد برابر یک سلول رو شما تقسیم بکنید ولی محصول نهایی هر چی میخواد باشه اون مجموعه جرمی که و فضایی که جرمی که در اون وجود داره اگر اون را یک جا جمع بکنید تغییر پیدا نمیکنه خب و ماده دارای قانونمندیه یعنی چه قانونمندی شما یعنی ماده تغییر پیدا میکنه ماده تجزیه میشه شما اگر نور را نگاه بکنید وقتی افق را نگاه بکنید ببینید که نور به چندین رنگ مختلف تجزیه شده وقت ماده قابل تبدیله لامپ چراغ وقتی که نورش میزنه خود به خود لامپ بیرونی گرم میشه این چیه؟ این تبدیل این انرژی به گرماست این تا اینجا اینو بعدا باز گفتگو میکنیم چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه در قرآن یه دونه آیه وجود داره بین 2500 تا بین هر چند تا حساب که شما بکنید آیه وجود داره این آیه استثنائیه برای اینکه این آیه مشخصا در مورد خالقه برای اینکه در تمام آیاتی که در مورد خالق مطرح شده در مورد خصوصیات شد. ولی این آیه مشخصا در مورد جنس تشکیل دهنده خداست جنس تشکیل دهنده الله های. اینی که این آیه واقعا استثناست حالا چرا بحثش نمیشه نمیدونم ولی واقعا استثناس یعنی در هیچ آیه دیگر مشابه این نیست البته کلمه نور استفاده میشه ولی تفسیر بکنی میگم آقا نور که گفته اینم بود ولی نه فقط در یک آیه است آیه چیه آیه اینه سوره آیه 35 سوره نور میگه الله نور سماوات و خدا نور زمین و آسمان است یعنی خدا نوره چه خدا نوره بعد سعی کردن توضیح بده چون در زمانی که این آیه نوشته میشد چراغ موجود و نمیدونم نور موجود و الکتریک و الکترون و اشعه های بسیار فشرده و فلانی اینا, اینا که هیچ وجود نداشت طبیعتاً چراغ حتی اون چراغ های قدیمی هم که ما نفت میریختیم اون هم وجود نداشت یک این بود که یک مقدار روغن یک جایی میریختن و اون آتش میگیره با اون رو کنن چراغ حالا این سعی کرده در وسط این آیده که در نوع خودش طولانی توضیح بده ولی این چراغ را فقط نور را توضیح میده یعنی چراغ را تولید میده نه نور رو من ادامه میدم میخونم میگه الله نور آسمان ها و زمینه نورش مانند چراغدانی است که در آن چراغ که آن چراغ در شیشه قرار داره که خود اون شیشه مثل اختری درخشانه تمام که این در داخلش اون چی میسوزه زیتونه و این زیتون زیتون است که نه غربیه نه شرقیه که من نفهمیدم نمیخوام بفهمم من بفهمم من تفسیر نمیخوام بکنم که به تفسیری کسی هم گوش نمیدم ولی مهمش اینه که روغن این زیتونی که شده به قدری روشنه روشنی بخشه که حتی آتش هم بهش نرسیده روشنی میده خب پس در نتیجه اصلش اون نیست اصلش اون دو تا جمله بالاست و یه جمله پایینش هست که میگه خدا نور علا نوره یعنی نوریست بر فراز نور ما قبلا در مورد نور گفتیم در مورد ماده گفتیم در مورد این آیه گفتیم که معرفی کرده و این در تورات نیست و بعدا به این میپردازیم این پایان بحث نور فعلا یک موضوع دیگه ما در بحث های گذشته از زمانی که علمی را شروع کردیم فلسفه را ادامه دادیم دین را ادامه دادیم هی دائما بحث های مختلفی را مطرح کردیم در این رابطه گوش بدید گوشم ندید من در ادامهش رفته رفته به اینها برمیگردم ولی در اینجا یک موضوعی وجود داره که تا حالا اینو من مطرح نکردم و اون و اون چیه و اون برمیگرده به یک چیزی که در, در اینجا به عنوان نتیجه به عنوان نتیجه مطرح میشه و من اون را اسمشو گذاشتم پدیده ها و عناصر ثانوی یعنی چی پدیده سانوی؟ یعنی که من میام به شما میگم می آقا ببینید این توپ را میبینید شما بر من یه توپی درست کردم که اینو پرت میکنم میفته زمین توپم میبرم میفته زمین شما میگه میگی خب خیلی شاهکار کردی خب هر چیزی رو ول کنی میفته زمین دیگه لازم نیست که تو بگی که من درست کردم من خلق کردم چرا برای اینکه این افتادن محصول یک علت دیگری که وجود داره زمین جرمش میکشه من این توپ ادعا بکنم که من اینو درست کردم شما میگی آقا همچین چیزی نیست شما هر چیزی دیگه هم که درست بکنی ول کنی به خاطر اون علت اولیه جذب میشه من به شما میگم آقا در خانه ما یه درخت سیب هست که این درخت سیب وقتی میرسه سیباش که میفته خود به خود میفته زمین شما چی میگی به من میگی دستت در نکنه همه درخت های سیب اینطوریه برای اینکه زمین جاز میکنه هر سیبی هم از درخت راه بشه میفته زمین دیگه یه شما چه ادعایی داری مثال یه خود روشن بکنم در این مورد شما میدانید که در کلاس های راهنمایی یا دبیرستان یا اواخر کلاس های ابتدایی معلم ها وقتی در مورد باد صحبت میکنن به بچه ها یاد میدن که باد را تجربه کنن باد چیه؟ میگه شما اگه توی اتاق گرم نشستید و بیرون هم سرده که اتفاقا الان پستشه شما یه ذره در بیرون را باز بکنی باد ایجاد میشه باد میاد حتی به بچه ها یاد میدن میگن یه شم روشن کنید این شم را شما اگر ببرید بالای در میبینید که شعله شم میره به سمت بیرون اگر بیاری پایینش میبینید شعلهش برمیگرده داخل یعنی چی یعنی اینکه دو تا هوای گرم و سردی که وجود داره هوای سرد سنگین تره هوای گرم سبک تره و وقتی این دوتا به هم میرسند هوای سرد میره پایین هوای گرم میاد بالا در را که باز کردی هوای داخل اتاق از بالای در میره بیرون هوای سرد بیرون از پایین در میاد تو حالا اون معلم یا اون شاگردی که در را باز کرده باد آمده میتونه بگه که آقا ببین ببین من باد را خلق کردم شما چه میگم بهش شما باد خلق نکردی باد محصوله حتی تا قانونمندی دو تا هوای گرم و سرده که وقتی به هم میرسه ایجاد میشه شما در رو باز کردی یه مثال دیگه باز بزنم ببخشید اگر من خیلی سعی کنم سادهش کنم ولی فکر می کنم که باید سادهش کرد فکر کنم باید این مطرح کرد معلم میاد به کلاس و به اونها در مورد بارش و باران میگه حالا شما میگین که بارش و باران که کار ساده ایه ما آیه های بعدی را خوندیم خواهیم دید که نه کار ساده ای نبوده بعد معلم میاد به اینها میگه که بچه ها برای اینکه شما بارش باران را تجربه بکنید یه ظرف آب رو در آزمایشگاه اگر داشته باشن یا در خونهشون یا روی چیز یه کتری را پر آب میکنن میجوشونن بعد یک بشقاب سرد را میگیرن بالاش بخار بلند میشه میره میخوره به اون بشقاب سرد اونجا جمع میشه دور اون بعد به صورت قطره در میاد بعد اون قطره شروع میکنه مثل باران میباره آزمایش و باران این بچه ها چه میگن؟ باز تکرار میکنم. این بچه ها با آنکه ساده است با سوال میکنن این بچه ها نمیتونن بگن ما باران را خلق کردیم این بچه ها میگن که بارانی که باید میبارید شرایطش وجود داشت عواملش وجود داشت دلایلش وجود داشت ما این را آزمایش کردیم خب اگه اینطوری از این دیدگاه شما نگاه کنید پیدایش زمین چی بود؟ محصول تحول قانونمند از رام کیهانیه کسی نیومده بگه آقای زمین خلق شده یه قانونمندی وجود داشته دنیا شروع کرده به تپش و حرکت و انفجار و جابجایی و قوانین به کشش نیتونی قوانین گریز از مرکز مرکز حرک حرکات به وجود آمده اینها رو جمع کرده ضرب کرده فلان کرده سرما بکشده شده گرما شده در نتیجه کره به عنوان زمین به وجود آمده اونم کی اونم 9 میلیارد سال بعد از بعد از اول اون چیزی که اسمشو اینا میزنن خلقت اینا خلقتش چهار چند روز انجام داد شیش روز انجام دادن در نتیجه تمامی میگن خلق کردیم خلق کردیم در اون شیش روزه هیچ کس نگفته در هیچ آیه ای نگفته هیچ خدایی نگفته که ما آره یه میلیارد سال اونم خلق نه به خاطر همه میگیم که زمین که قابل خلق کردن نبود مثل اون مثال باران مثل اون مثال باد زمین قابل خلق کردن نبود که شما میگی خلق کردیم مثل اون توپی که من ادعا کردم من درست کردم شما گفتین نه این هر چیز را ول کنی میفته چرا چون محصول عناصر و علل پیشینه عین همین در مورد پیدایش آب ما گفتیم که آب نتیجه سرد شدن کرات و مذاب بود نتیجه این بود که ایتروشن هلیوم آزاد شدند نتیجه این بود که این بخارها در یک جای جمع شدند نتیجه این بود که با تغییرات فشار شروع کردن به وجود آمدن آب به وجود عین همین در مورد پیدایش روشنایی بود که گفتیم که روشنایی محصول انفجار اولیه بود و این انفجار اولیه و این روشنایی نبود و دیده نمیشد تا زمانی که این موادی که داشت باز میشد به قدری باز بشه که هم از درونش نور بور بکنه چون شما اگه یه آهن جلوه نور بذاری که نور بور بر نمیکنه هم بتونه نور بور کنه هم به قدری سرد بشه که این تغییر رنگ رو نشون بده که این رو انسان مال 13 میلیارد سال قبل و امروز مشخصا دریافت کرده یعنی سند داره دست نتیجه این تمام این عناصری که در روز اول مطرح شده بود بدون نیاز به خالق و خلق شدن به وجود آمدن یعنی خلقی هم وجود نداشت خلقتی هم وجود نداشت دخالتی هم وجود نداشت اینها بازم به وجود می آوردن بگذاریم که علم گفتیم قبلا گفتیم که دخالت علم هیچ دخالت بیرونی را تا کنون نه ثبت کرده نه تونسته نشون بده نه کسی نشون تونسته به علم نشان بده فرق نمی کنه علم لازم نیست حتما من از این منبع از طرف علم بیاد یه نفر میگه آقا یه مرز اتفاق افتاده خیلی خوب آقا این واقعیت داره خیلی خوب اگه بیاد نشون بده علم بره اون رو ثابت بکنه علم من اون را نشون بده میگه قبول میکنه میگه آقا محضوف گفتاد ولی یعنی صد نکرده مثل شوخی بود یه نفر نوشته بود که آقا میگن که وقتی که شب اول آدم میمیره در نتیجه برای سوال جواب میان آدم ها شب اول زنده میشن سرشون میخوره به اون سنگ بالا و فلان و حتی در جاهای آمدن جاهای بزرگتر درست کردن قبرهای بزرگ که وقتی انکر منکر آمد سوال بکنه اینا سرشون نخوره یه نفر نوشته بود تو خیلی هم به شوخی نوشته بود شاید ولی واقعیتش کاملا علمی بود آقا الان که این مسائل مطرح نیست که یه دونه مدار بسته حالا نورم نمیخواد باشه نمیدونم الکترون هم نمیخواد میخواد باشه هر چیزی که بتونه نشون بده بذار تو این قبل اگر در اینجا تغییری را تو ثابت کردی به وجود آمده دل هم قبول میکنه لازم نیست حتما یک چیز از طرف به علم بیاد که ولی تا زمانی که ثبت نشده تا زمانی که علم نتونسته با ابزار سنجش خودش اینها را نشون بده این مردوده این پایان اون قسمتی از جلسات قبله که ما در به خاطر اینکه مسئله خلق و خلق و خلق و خلقت ادامه پیدا خواهد کرد ما در آینده هم برمیگردیم به این موضوعات که گفتار رو پیدا کردیم اینها رو پیش خواهیم برد و مطرح خواهیم کرد حالا برمیگردیم به اولین سوالی که آقای دادیار آماده کردن که ما را سینجون بکنم میفرمایید بله استاد بسیار سپاسگزارم بسیار سپاسگزار که به چه سادگی و به چه روانی این پدیده پدید آمدن یک شی پدید آمدن یک پدیده رو به زیبایی بیان کردید سوال اینه پرسش این هست که خب در روز دوم خلقت ادعاهای ناممکنی رو که خدایان تورات و قرآن در مورد خلقت در روز دوم گفتن این شامل چه موجوداتی خواهد بود بله, بله. متشکرم. چه موجوداتی بله. رو تو این چیز خلق کرده تو این شش روز دوم خلقت متشکرم چون در داغه اساسی ترین سوالی که شما مطرح کردید ممنون و اون برمیگرده به اینکه تمام روز دوم خلقت همش صرف خلقت آسمان شد حالا من قبل از این که بخوانم من باید بخوانم و بعد توضیح بدم ولی این را یک توضیح کوچیک بدم برای اینکه میترسم اون که خونده بشه تا زمانی که به اونجا برسیم قابل انتقال نباشه یعنی من توان انتقال نداشته باشم بله خواهش میکنم تورات در آیات 6 تا 9 خودش وقتی من به ترجمه به زبان فارسیش نگاه کردم دیدم که طوری نوشته که انگار خدا فلک رو ابزار فلک را استفاده کرده یعنی کهکشان ها را استفاده کرده و من واقعا تعجب کردم برای این یعنی کنجکاف دادم این کسایی که این نوشتن در اون موقع که هزار تا هزار و پونس سال قبل از قرآن بوده این همه اطلاعات داشتن رفتم به منابع انگلیسی و به منابع سویدیش نگاه کردم و بالاخره این نتیجه آمد که طبق معموله وقتی که انگار به زبان فارسی ترجمه میشه بیشتر کج راست میشه بلکه اون چیزی که تورات مطرح کرده از آسمان مانع یا نگه دارند است حالا این خواهم بود و به خاطر همین در کتاب و مقدس آیات شیشونای سفر آفرینش میگه و خدا گفت خدای تورات مانع یا نگهدارنده یعنی یک جسمی که مانع یک جسم در میان آبها باشد و آبها را از هم جدا کند یعنی در فکر خدا اینه که در روز دوم یا در فکر نویسندگان تورات در روز دوم آب بوده و بعد تصمیم گرفته که آقا ما آبها را از هم جدا کنیم و برای جدا کردن آبها یک مانع یک دربرگیرنده یک سفر رو گذاشته و این دوتا رو از همدیگه جدا کرده و گفته که خدا آبهای زیر مانع یا یعنی نگهدارنده رو از آب های بالا جدا کرد و خدا این نگه دارنده رو یعنی اون چیزی که اینها رو آبها رو جدا کرده بود آسمان نامید یعنی یعنی منظور ساده تورات از همه این اینه که البته فقط در چهار تا آیه در مقابل قرآن که 310 تا آیه داره این چهار تا آیه داره منظورش اینه که آبی وجود داشته خدا هم اومده یه صفحه ای رو نگفت حالا فلزی آهنی سنگی وسط قرار داده داخل آبها آبا شده بالا و پایین و بعد این چیزی را که گذاشته این چیز اسمش رو گذاشته آسمان خدا اسمش رو گذاشته آسمان رو. بعد میخونم در مورد قرآن ما خیلی پیش خواهیم رفت در این مورد در مورد قرآن توضیح بدم قرآن حالا این را گرفته چقدر گرفته نمیدونم بعد بحثش میکنه ولی به اینجا رسیده که این آسمانی که صحبت میکنن نگفته چیزه نه آسمان آسمانه این آسمان چیه گفته این آسمان سخت به زمینه شما اگه کنید همون چیزی که در تورات گفته شده تقریبا مشابه این آسمان سخت به زمینه و این روی زمین قرار گرفته و چون سخته طبیعتا بعدا خواهیم دید زمین رو نه به صورت کروی یا تخم مرغی زمین رو به صورت صاف برای اینکه زمین کروی باشه نمیتونه رو داشته باشه باید کنار هم داشته باشه ولی برای اینکه این ای تغییر پیدا میکنه ولی این فکر کرده که این زمینه و این هم روشه توجه کنید شما یه خورده اگر ذهنیت رویایی داشته باشید تمام اطلاعات عمومی امروز رو از شما از مغزتون بگیرم و شما رو بفرستم به عربستان یک زمین مصدت تا چش کار میکنه در بیابان و بعد شب یا روز بگن آقا او اون بالا رو نگاه کن آسمان من تعریف همه اطلاعات رو از دست بدی ها نه این اطلاعات داشته باشید خیلی طبیعیه شما برگردی بگی ای زمین صافه برای اینکه ما هر چشمان کار میکنه صافه میدونید غیر صاف بودن زمین رو قبل از همه از طریق دریا و حرکت دریا کشتی ها تشخیص دادن و بعد بحث کردند. دیدم آقا اگر اینطوریه چرا کشتی ها وقتی میان اول دکل بالاشون دیده میشه بس این آب اینطوریه ولی نه در اونجا همه صافه و بعد فکر کنه که آره ببین این صافه و بعد همه اون چیزهایی که بالا وجود داره مثل یه نیم کره مثل یه نیم کاسه نشسته رو این زمین اینا رو گفتم یک توضیح اضافیه چون من باید هر چیزی را که به این کتاب ها مراجعه میکنم وظیفه دارم که به وسیله آیش و نقل آیش بگم این است که از اول آغاز میکنم که کتاب و مقدس در مورد در مورد سف... در سفر آفرینش خودش در مورد آسمان چی گفت یک چیز را گذاشت داخل آبها آب که کر... آب به دو قسمت تقسیم شد کدوم آب صحبت رو شو نکنید چون توضیح نداده این آبی بوده آب بالای آب پایین آب و این وسطی را هم گذاشته آسمان قرآن در آیات فراوان خودش 120 بار از خلقت آسمان یا السما و 190 بار هم از خلقت آسمان ها اسپورت. مثلا فرض کنید در آیه 32 سوره انبیا گفته که ما آسمان را سخف محفوظی ساختیم یعنی آسمان هم سخف کم سخف گذاشتیم هم محفوظ شما بعدا خواهید خود محفوظ یعنی چون وقتی یه چیزی سخت باشه باشه خطر این داری که اون سخت بیفته اونم در زمان قدیم که آدم سخت بارا نگاه میکرد به خونه ها همینطور میسته سخت امروزی نیست که ثابت باشه و با آهن و نمیدونم سیمان درست شده باشه این این رو ادامه خواهیم داد در آیه یک سوره النبا و آیه 22 سوره البقره گفته آن که زمین را بستر شما ببین بعدا این بیشتر توضیح خواهیم داد. و آسمان را سخفی برافراشته قرار داد الله آن است که آسمان را که زمین را بستر شما و آسمان را سخفی برافراشته قرار داد الذي جعل لكم الارض فرشا من قبلا هم گفتم که ما متاسفانه زبان عربی به در زبان فارسی رفته ما اگر یک سر او, 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 او بذاریم کنار خودمون یه مقدارشو میفهمیم الذی جعل لکم الارض فرشم جعل یعنی به وجود آوردن و سمای بنا و آسمان را هم بنا کرد در مورد آسمان ها که سماواته آیه پنج سوره الملک الازی خلق سبع سماوات خدا هفت آسمان خلق کرد در آیه دوازده سوره طلاق الله هفت آسمان را خلق کرد باز همان جمله الله الذی خلق السماء سبع سماوات و در آیه دوازده سوره النبا که یک مقدار چیز زیادتری هم گفته گفته بر فرازتان هفت آسمان بنا کردیم بر فرازتان نگرد کنارتان بر فرازتان <applause> این نشانه چیه باز گفتم وقتی شما چیزی را بر فرازی چیزی میسازی این چیز باید صاف باشه وگرنه یعنی فرازی به وجود نمیاد شما نمیتونی بگی بالای کره زمین زیر کره زمین نمیتونی بگی برای کره زمین یه تکان میخوره دائما یا یعنی هر بالاش اینجا که من برای من بالاست برای اون اون که در آمریکاست آمریکای لاتینه یا استرالیاست پایین اصلا بالا پایین وجود نداره بس نیست حالا از من نپرسید که چرا در این همه آیه گفته در مورد یک آسمان و در این همه آیه گفته در مورد چند آسمان ما نمی کنم. ولی من قبلا یک چیزی را به عنوان اون مطالعات قبلی در مورد قرائت قرآن غیر دینی اونجا مطرح کردم که شما وقتی قرآن را نگاه بکنید فکر نکنید این کتابی است که یکی نشسته حالا خدا نشسته غیر خدا نشسته و مثل تورات حداقل یک دو سه چهار مطلب نوشته و بعد آورده داده دست شما که در اونجا یک چیزی را از اول شروع میکنن تا آخر قرآن یک چیز شفاهیه یعنی معلومه که یک آدمی را افتاده حالا خدا را افتاده من کاری ندارم من قضاوت نمیکنم این بار شماست یکی را افتاده و در هر فرصتی که به وجود آمده یک چیزی در مورد اون مطلب گفته و به خاطر همینه که در اون چیزهایی هم که گفته همیشه یک سری بالا پایین گفته برای اینکه مشغول بوده حواسش نبوده قاطی کرده فراموش کرده اون بحث دیگه از ما در مورد تضاد در قرآن کلی بحث داریم در این مورد که ما این کتاب کتاب من را یا کتاب دینی کشور منطقه من را که این همه در سرنوشت تاریخی و تاریخ تمدن و ما تاثیر گذاشته اینو حداقل باید بشناسیم نشناسیم که همش گور خوردیم این یک سببش میتونه این باشه یکی میتونه این باشه که اونی که اینها را نوشته در مورد اینکه آسمان یه دونه بوده یا هفتا بوده تردید داشته شاید من بحث نمی کنم و نظر نمیدم فقط امکانات شو میگم یکی هم میتونه این باشه چون من وقتی این را پیدا نکردم اگرم پیدا میکردم به دست نمی آوردم که چون آیات مدنی و آیات مکی درسته که خیلی با هم فرق میکنند ولی در واقعیت اینه یعنی که در غیر از سوره های کوچک در مورد آیات دیگر اینها اصلا خبر ندارن که این در کجا بوده در مکه بوده یا مدینه بوده ما فقط میدانیم که اون قسمت از قرآن که در مکه نوشته شده قرآن خیلی انسانی خیلی دوستانه است کشتن و شکنجه دادن و فلان و فلان و فلان نداره در واقع یک اندیشه دینیه که در محیط بعدا خواهم گفت در محیط خیلی آزاد دینی مکه مکه ای که میگن جای جا دوره جهالت بود وجود داشت ولی در دوره حکومت یک دفعه شمشیرها کشیده شد و این بایان با منتقل شد من نتونستم زمینه بررسی کنم ولی فکر کردم که شاید یکی از سوابهاش هم این باشه که کسی که این را نوشته اول فکر کرده که خب روی زمین یه دونه, یه دونه آسمان باشه بعد این اطلاعات رو به دست آورده که ممکنه ممکن آسمان بیشتر از این باشه و رفته رفته به اینجا رسیده که هفت آسمان باشه به خاطر اینکه بالای اون هفت آسمان هم یه دونه آب وجود داره در اون آب هم عرش خدا قرار داره و یک جنبه تقدس هم داره و همه هم باید آسمان فقط همین آسمانی باشه که بالا سر زمینه که احتیاجی به دست آسمان بلند کردن نداره به خاطر اون هفت آسمان میشه دست بلند کرد شاید هم به این بوده ولی در این مورد دخالتی نمی کنم فقط میذارم به این که شما بررسی کنید یا شما فکر کنید اگر مهم بود نبود کنید مسئله دوم مسئله آب در آسمان گفتیم آب رو قبلا هم گفتیم که صحبت آب بطرح بود در روز اول و گفتیم که تورات هم در مورد آسمان را در رابطه با آب تعریف کرده آب بوده آب را نیست کرده ولی قرآن یه قدم جلوتر رفته و در آیه 32 سوره ابراهیم نوشته الله آسمان و زمین را خلق کرد و از آسمان آب نازل کرد آب بارانید و انزل من از ما اند انزل انزل یعنی باران آمد یعنی باران آمد ما بعدا خواهیم دید که این ذهنیت قاطی شده که انگار در اون آسمانی که بعدا خواهیم دید خیلی دیده عجیبیه انگار اون ابرها هم چسبیده به اونه و اون انزل شده یعنی از اونجا باریده ولی خب به اون رو میرسیم سه سومین آ... بخش از آیه ببینید من یک چیزی رو تکرار میکنم و تکرار کردم و بازم تکرار کنم شما اگر میخواستید از من نقل کنید از آقای دادیار نقل کنید حتما باید سه تا چهار تا پنج تا اون نظریه اساسی آقای دادیار را در اون کتاب در اون نوشته در اون مطلب بگیرید و نقل بکنید ما ایرانی هم که عادت داریم همه چون نقل کنیم انگار نمیتونه بگیم آقا این نظر منه همیشه یه اسمی میبریم در حالی حالا اون اسم واقعا بود این اونجا بود در اون کتاب بود چقدر نظر اساسیش بود اونو نگاه نمی کنی. ولی این در مورد خدا فرم کنه خدا نه اشتباه میکنه بنا به آیات قرآن نه اشتباه میکنه نه فراموش میکنه نه جابجا جا, جا میکنه نه از یادش میره تمام آیات به یک اندازه دارای تقدس هم. کلام الله هم. ما گفتیم که هرچی در قرآن گفته این را میپذیریم چرا میپذیریم به خاطر اینه که ما وقتی یه دیگه زودپز میپذیم اون که کارخانه نوشته در مورد اون دیگه زودپز ما اون را قبول میکنیم آقا اینجوری بپز اینجوری گرم کن اینجوری فلان کن اون رد بکنیم که نمیشه که این هم اینطوری این کتاب کتاب خداست و پس اون مطلبم هم بگیم مطلب منه ما این را با این را کنار آمدیم داریم نتیجه اینه که آب نه تنها در عرش وجود داره بلکه از عرش آب نس... نه تنها در آسمان وجود داره بلکه از آسمان این باریده بارانیده شده مطلب سوم برمیگرده به آیه هفت سوره هود که باز در مورد آسمانه من در مورد مشخصات دیگه نمیدم فقط از آیه های صحبت میکنم که بستگی داره به اون سه تا آیه اولیه تورات وگرنه ما بقیه داده های قرآن در آسمان را ادامه خواهیم داد این به حتی صحبت یک روز و دو روز هم ممکنه ممکنه جا نباشه ادامه خواهیم داد و مهم میگه ادامه بدیم یعنی مهم میگه ما بدانیم که در مورد آسمان چی فکر میکرده ولی من تمام این مطلب ده 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 همه را یک تحویل میدادم نه من به شما تحویل میتونم بدم نه شنونده چیزی میگرفت اینی که ما فقط اون قسمت هایی را که موازی هست با داده تورات اونا رو مطرح میکنیم در آیه هفت سوره هود نوشته که اوس که آسمان زمین را در شش روز آفرید عرش او بر آب قرار داشت و کان عرش او ما ما هم که آب یا ما تو خونه هم وقتی میگه به ما آب بده میگه به ما ما بده این یعنی یعنی این هم یک مورد دیگه در اونه که این آب بوده و این آب باریده شده و تازه درش هم آب بوده و در مورد آسمان یه مطلب دیگر هم که مطلب آخری که در اینجا مربوط میشه در مورد آیه 22 سوره الزارعات که میره رزق شما و آنچه شما با آن وعده میدن در آسمان است و فی از رزق ما تا اونجا که به دست آوردیم رزق ما روی زمینه این رزق ما از زمین برمیداریم حالا چه محصولات طبیعیه چه محصولات درختیه هر چیزی که رزق و غذا و حیات و زندگی وحش و زندگی طبیعی ولی اینجا از اون دید حتی این رزق هم در آسمان خب در این صورت اگر ما از این مسئله نگاه بکنیم به اینجا میرسیم که هم ادعای وجود آب در آغاز پیدایش رو قبلا گفتیم که تماما مردود از در علمی و تماما لده قبلا اینه دیده بودیم هم ادعای وجود آب در آسمان سخبی قرآن به تماما غیر ممکنه و, و گفتیم که حتی آب میلیاردها سال بعد از اون شیش روز فرض کنیم که اون شیش رو این خدایان خواه کردن گذاشتن کنار روز هفتم رفتن استراحت کردن این رفته در عرشتون روی تختش اونم رفته استراحت کردی کیف کرده لذت برده طبق نوشته های کتاب شد ولی اینها میلیاردها سال بعد به وجود آمد بعد هم نزول آب از آسمان سخبی ناشی از چندین ذهنیت نادرسته یعنی آدمی که یا نه نویسنده ای که یا اظهار کننده ای که یا مدعی کننده ای که من از آسمان آب نازل کردم چند تا چیز رو باید قبول کرده باشه یکی یک وجود آب در آغاز خلقت یعنی وجود آب داشته من نازل کردم و وجود چیزی به, نام به عنوان سخت به زمین این رو قبول کرده در این مورد ما بحث خواهیم کرد آیه هاشو بیشتر خواهیم بعد وجود منبع آب در این سخت بعد باران بارانیدن آب از این سخف ذهنی سخف ذهنی حالا فهمید ما چرا گفتیم ذهنی ذهنی به پایین روی زمین که اینم هم ناشی نمیتونه غیر از مخلوط کردن جای ابرها با این سخف ذهنی باشه یعنی شما وقتی به آسمان نگاه میکنید. اونم آسمان عربستان از هر مدتی فکر میکنه که این سخف زمینه و بعد میبینی که از اونجا باران میاد همینطوری که بعدا خواهیم دید همه ی اون ستاره آسمان خورشید ما فلان فلان را شما های این آسمان فرض میکنید آیا خواهیم گفت حتما موقعا فکرم میتونسته بکنی که آیا این ابری هم که من دارم میبینم اونم چسبیده اون آسمان من از اونجا ناظر کردم بعدم که وجود رزق زمینیان در آسمان این سخف این هم نامون نتیجه هم همه ای این موانع هم ادعای قرآن مبنی بر وجود جرم و اجرامی به عنوان آسمان و آسمان ها یعنی هر چیزی که در مورد آیات سی و دوی انبیا یک نبا بیست البقره و بیش از 300 آیه دیگر مطرح شده هیچ کدوم از اونها واقعیت نداره هم ادعای قرآن مبنی بر وجود آب در آسمان سقف زمین 22 بقره و سایر وجود نداره هم ادعای نازل کردن با بارانیدن آب از این سخف آیه ده سوره لغمان قابل تحقق نیست یعنی ممکن نیست نه اینکه ما بگیم ما اونجا بودیم خدا قبل نکرد ممکن نیست قابل تحقق نیست مثل همین من یه توبی درست کردم میان نظر میفته زمین شما نه توب دیدی نه زمین دیدی ولی تو من میگی که آقا تو واقعیت ندارن چیزی که میگی چرا؟ برن که شما هر را رو بله بکنیم بکنی میفته زمین شما چی درست کردی چه چی, چی اضافه درست کردی این اینه ممکن نبودنه هم ادعای قرار داشتن عرش یا کاخ الله بر آبه آیه هفت سوره هود هم آیه ادعای آیه 22 سوره از زارات اینه که ادعای رزق زمین در آسمان و سقف زمینه همین که ادعای مشترک تورات و قران در موردی که های زیر و های روی آسمان به تماما ناممکن ما نمیگیم خلق نکردن ما میگیم ناممکنه ما میگیم آقا اون توپ را تو درست کردی انداختی افتاد زمین این ناممکنه چرا ناممکنه برای اینکه هر توپ دیگر هم، هر چیز دیگرم هم بل بکنی به خاطر جذابیت زمین جذب میشه تو این ادعا ناممکنه خب پس ما حالا یکی از موارد اینها را مطرح کردیم اگر بخت داریم داریم که سوال دوم مطرح کنیم بله من فکر کنم یه ده دقیقه دیگه وقت داریم بله خب پس ما پیش میریم شما لط کنید سوال دیگه دارید بله سوال دوم من این هست که بعضی از شنبندگان مطرح کردن که ارزیابی علمی این ادعاها کدوم یکی از این موارد رو ممکن میدونه و کدوم موارد رو نشدنی و ناممکن رو مردود میدونن قبل از اون من باید یک چیزی رو مطرح کنم که آیا تورات و قرآن به جزین در مورد خلقت آسمان چون تمامش همش روی آسمان متکی کردیم آیا همه اینها این, این ادعاها ادعاهای بیشتری هم مطرح میکنند این باز ما جواب بدیم من اینو قبلا یک ذره گفتم در همون قسمت اول گفتم که تورات جز این سه چهار تا آیه 6 تا 9 6 7 8 9 4 تا آیه هیچ حرفی دیگه نداره یه چیز کلی گفتی به یه معلم به یه گفت بنویس آ نویش ب گفت خب بخون گفت چه یعنی ست یه مطلب رو هم نوشتنش رو غلط گفت هم گفتنشو هم خوندنش اینی که اون چیزی که تورات گفته فقط چهار تا جمله بوده و اون چهار جمله هم درست اون صحبت کردیم تمام شد اما در مورد قرآن آیات افسوده فراوانی وجود داره که من یک تعدادشو تا جایی که آقای دادیار اجازه بده و علامت بده و بگه آقا بقیه را بذار برای جلسه بعد بر ادامه بده مرسی اولا مسئله اساسی این است که آسمان چیه ما این می... ما میگیم در روزانه آسمان 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 چیه رازی؟ و این آسمان رو ما از قرآن گرفتیم ما از دارا گرفتیم از دین گرفتیم اصلا چیزی به نام آسمان وجود داره ببین چیزی به نام ماه وجود داره خورشید وجود داره که هرگزمان وجود داره آسمان وجود نداره که این موشک که میفرستن میره از اوزون بیرون میره اونجا <applause> یه یه لایه ای نیست که بگه آقا من اینو سوراخ کردم رفتم اونجا که فقط یه لایه اوزون دور زمینه کسی که در آغاز گفته آسمان 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 و هیچ اطلاعاتی از آسمان نداشته و هیچ اطلاعاتی از آسمان نداشته این اسم آسمان اسم منظری است که از زمین دیده میشه ما از برای این اوزون نگاه میکنیم به فضا شبها نور ستاره و ماه و فلان اینا روزا خورشید باشه خورشید از این زاویه ما یک فضای بازی را اساسا آبی رنگ به خاطر رنگ اوزون ما این را میبینیم ما میگیم آسمان من اینجا نشستم میگم آسمان آقای دادیار آقای مانی ایشون در آلمان نشسته ایشون در یک شهر دیگه نشسته اونم میگه آسمان ولی اون آسمانی که اونا میبینن من نمیبینم اون یه چیز منظره دیگه میبینه آسمانی که صحبت میکنن یه منظره است دسته که بلند میکنی هوا جز اینکه بلند میکنی به سمت اون منظره منظره خودت لحظه خودت هیچ وجود نداره ولی با وجود این وقتی که ما به داده های الله خالق قرآن نگاه میکنیم در آیه 32 سوره ای انبیا گفته که آسمان را به صورت محفوظ خلق کردیم یعنی آسمان خلق کردیم و جعلنا جعلنا سخت و محفوظ هم سخت درست کردیم هم محفوظ حالا چرا گفته محفوظ ما خواهیم خوند خواهیم خوند برای اینکه او پک کرده که اگر این سخت باشه همینطوری که در اون زمان سخت ها می این ممکنه سر, سر, ما خراب بشه به بیان آیات 27 و 28 سوره نازاد، خدا میگه که سخت را بلند برافراشته و مصدح کرد یعنی هم سخت درست کرده هم محفوظه هم بلند کشیده هم مصدهش کرده یعنی خیلی مرتب اون سخت چرا مصده؟ برای اینکه در اون موقع ها اگر کسی خونه گلی درست میکرد بالاش خاک گل من نمیدونم در عربستان خاک گل نبود چیز مساله دیگه چی به کار میبردن ولی اون صاف درست میکردن در نتیجه صاف بوده ولی خب الان که دیگه خونه ها را به صورت شیروانی هم درست میکنن حتما اون موقع یه آیه دیگه باید می بله <applause> به بیان آیه 22 سوره البقره میگه آسمان را بنا کرد و از آسمان آب نازل کرد در نتیجه من قبلا گفتم که وقتی که شما در مورد آسمان صحبت می کنید به معنی و این را به عنوان سخت زمین می گید به معنی این است که شما قبول می کنید که زمین زیرش مسطحه زمین زیرش بالا داره و زیر داره زمین زیرش رو داره و زیر داره شما من قرار شد هیچ نقل قولی از اسلامیه نکنم اسلامیه های اولیه قبل از اینی که این علوم جدید وارد بشه حتی صحبت این میکردن که این زمین روی شاخ حیوانات قرار داره ما اونا رو واضح نمیشم چون من بحثی در اون مورد نمی کنم. ولی واقعیت این بوده یه زمینی بوده روی داشته حالا اون زیرش اصلا چون در قرآن آیه نداده منم نمیگم در نتیجه در آیه 17 سوره المومنون گفته که همانا هفت آسمان را بالای سرتان قرار دادم و لقد خلقنا پق, پق،, پق سبل تراعق. و در آیه 15 سوره نوح هم گفته آیا ندانسته که خداوند هفت آسمان را چگونه بر پراز یک دیگر آفرید؟ حالا یه مقدار روشنتر میشه قدم به قدم میریم روشنتر میشه یعنی یک سخفی وجود داره روی زمین بعد دو سه چهار پنج این سخف هم وجود داره در مورد این صحبتی نشده سخف اصلی صحبت شده و اون سخف هفتم که در اونجا خونه خونه خدا یا تخت خدا یا عرش خدا وجود داره و از اونجا در جلسات قبل دیدیم که چقدر طول میکشید در, در آیه‌ی صد هزار تا در آیه دیگه 300 هزار تا سال که از اونجا خبر میاد پایین و الله در اونجا نشسته خدا نشسته و زمین را اداره میکنه و فرشته ها هم میرن اطلاعات میبرن اطلاعات میرن تن نتیجه وقتی ما از دیدگاه علمی به این مسئله یعنی به این مسئله دوم قرآن چون دیگر بعد از اینش در مورد تورات دیگه حرفی نداره چون آیه گفته بهشم نقدش کردیم نقد علمیش کردیم ببخشید نقد علمی شد نه نقد مخالفه شد من اگر نظری من اگر یهودی بودم من اگر مسلمان بودم یه موضوع دیگه بود یا هستم یه موضوع دیگه بود من اگر به عنوان نماینده این دانش علمی داده های علمی اینجا نشکستم این وز من از این عینک نگاه میکنم ممکن از اونجا که بلند شدم برم بگم که نمیدونم یه کلاه اینجوری هم با یهودی هم سرم بذارم یا یا برم مسجد نمازم اون یه موضوع موضوع به این رفتی پیدا نمیکنه نتیجتا از زاویه اینها هم وجود آسمان ذهنی هم وجود سخفی به نام آسمان بر بالا سر زمین هم وجود منبع آب در این سخف ذهنی هم وجود زمین صاف و نکروی در زیر این سخف هم وجود ابرها بر روی این سخف ذهنی و هم بارش آب از این سخت همه اینها به تمامی به تمامی خود به خود رد میشه و نتیجه میرسه که ما وارد سوال سوم و بحث سوم میشیم که با اون وقتی که آقای دادیار به ما دادند بحث امروز ما را تمام میکنیم میگذاریم بقیهش را به بعد جای خوشبختی این است که ما هر بحثی را میکنیم من در خودم احتیاج پیدا نمی کنم تکرار بکنم چون میدانم که کسی تردید داشت سوال داشت برمیگرده بحث قبلی را پوش می ده و می خانه. یکی دو تا سوال اگر وقت هست من به یکی دو تا سوال خیلی کوتاه جواب بدم در چند دقیقه اگر نیست بذارم برای بعد استاد <تصحان> <علوه، دقیقه>. من <تصحان> <تصحان> فکر میکنم که یه سه چهار دقیقه اگر بگذاریم برای پرسش و پاسخ بله. بسیار زیبا خواهد بود اگر به دو یکی من پاسخ بدید دقیقا. یک مسئله ای که وجود داره این است که ما چون این برنامه را داریم میریزیم بعد از این من از آقای دادیار خواهش خواهم کرد که زحمت بکشن چون ما در تماس هم هستیم من جای خوشحالی می که این برنامه باعث ارتباط ما و تماس ما با آشنایی من باعثون شده ایشون اون سوال های اساسی رو میخونند و من پاسخ میدم دو تا سوال به دیدم که به نظر من هم کوتاه هم باید بهش پرداخت یکی برمیگرده به اینجا که یه نفر عزیزی نوشته که من اعتقاد دینی ندارم و این مسائلی که در مورد خلقت گفته شده قبول ندارم یک مسئله ما نیست قبلا هم گفتیم این مسئله مسئله ما نیست ما دنبال منطق عقلانی میگرد و اون را نمایندگی میکنیم که علم و فلسفه هم رو اون بنا شد ولی در بحث دوم در قسمت دوم گفته من در عین حال از اینکه این جهان از یک سلول کوچه خرج شده هم اون را هم قبول ندارم ببینید من من اگر یک دانشجویی در دانشگاه همین اینجا بست یونیورسیتی یا گوتنبرگ هر به من مراجعه میکرد و این حرف را میزد و موضوع هم به این بستگی داشت من وقتی ایشون میگفت که آقا من همه این حرفایی که اونجا نوشت گفته نوشته شده شما هم ادعا میکنید گفتید قبولش ندارم من قبل از همه اگر روی میزم شکلات بود که بعض موقع بود باز میکردم و بهش یه شکلات تعارف میکردم و بهش میگفتم عزیز من اگر همه به تمام علومی که در گذشته وجود داشت باور میکردند هیچ پیشرفتی در علم به وجود نمیومد یک تحول علم تحول دانش تحول فلسفه از تردید میگذره از رد میگذره دکارت گفت همه چی رو رد کرد <applause> بعد یواش شروع خب حالا که من رد کردم حالا اون چیزایی که واقعیت داره بگم من خودم گفت من چون فکر میکنم هستم این یک این قبول دارم بعد چیزای دیگه هم به اگه آینشتن همه حرف های قبول میکرد یا فیزیک جدید فیزیک مدرن بعد از اون تمام حرف های نسبیت آینشتن قبول میکرد نه نسبیت را بشر به دست می آورد نه علوم جدید و کاملتر امروزی رو اما آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرتب عبد ده بماند در جهل مر... مرکب عبد و ده بماند من وقتی شکالات بهش می گرفتم می گفتم ببین ولی به خاطر من به تو نمره نمیدم. آن. چرا نمیدی؟ برای اینکه شما باید دو تا کار انجام بدی اولین کار اینه که قبل از اینی که در این زمینه بحث بکنی رد بکنی یا قبول کنی اول اون چیز رو بشناسی یعنی بری بررسی کنی نگاه کنی بگی آقا این حرف ها رو کیا گفتند این نظریه است این توریه این داده علمیه این رقم پشترش وجود داره کیها این را پیش بردند چرا علوم قبول کرده چرا آلمان علمی و فیزیک قبول کردن و و و این اولش شما اگه این را در یک صفحه در ده صفحه در صد صفحه این را بنویسی یا بیاری من توضیح بدی من یک نمره خوب به تو میدم اما نمره صد در صد نمیدم چرا نمیدی؟ برای اینکه تو وقتی که اونها را آوردی اون وقت تازه باید بگی که ببین من کدوم قسمت این حرفها را قبول ندارم و دلیل من چیه؟ در نتیجه اون چیزهایی که مطرح میشه من که هیچی حالا اونایی که اونایی که در پشت این علوم قرار دارن مطرح میشن اینها نمایندگان دینی نیستند که کسایی را که تردید میکنند محکوم بکنند یا میپذیری یا پدرتو در میاری این این یه قسمت از واقعیت یه سوال دوم هم خیلی خلاصه در این مورد بگم یعنی در واقع من از اون دوستم انتظارم اینه که این دوتا کار رو انجام بده و خوشحال بکنه و بگه که من بررسی کردم این بود و من به این دلایل به این دلایل من میدانم که آدمی که با آنجا رسیده حتما چون من به این دلایل رد میکنم به فکر خواهد ات. من میتونم دلایل بهتری ارائه بدم این است که گام های علمی پیش میره یه نفرم یک چیزی گفته که شاید هم زبان حال خیلی هاست که آدمایی که در شرایط موجود بعد کافی از دین و از کتاب و از شریعت و مم. از دینداران و از روحانیون و از و, و و و چشیدند خیلی ها میگن که آه ما فقط به خدا باور داریم به هیچ کدوم باور نداریم ایشون هم همینه نمیپرد ما پرسیده اگه بود ما خودش بوده پرسیده من میتونم همه این دار رد کنم فقط, فقط خدا را بپرستم یکی هم قبل از این سوال کرده گفته که میشه گفت که انسان خدا وجود داره و بعد این دینه که خدا را مورد استثمار قرار داده اولا عزیز من دین و خدا دین و بوت دین و سایه های جادویی اینها یک واقعیت اینا اصلا نمیشه جدا کرد یعنی در همان زمانی که من دین عبارت از تعریف دین بکنم باور به یک پدیده به یک نیرو و به اون، یا به یک عنصر فوق طبیعی متافیزیک من وقتی این باور را بکنم این باور اسمش دینه وقتی این را پیدا کردم اون عنصری که این دین به با اون باور منتقل شده این حالا یا بطه یا خداست یا هرچی هر یا چی، هرچی هر یا هر در واقع این دوتا در یک لحظه انجام میشه اعتقاد به خدا و همون موقع اعتقاد به خدا یا هر موجود دیگه فراقدرت دیگر اعتقاد پیدا کردی همه موقع در همون لحظه هم دین پیدا میشه اینا سر یک کربازن دین اون واقعیت اون اعتقاده نه نمیشه جدا کرد اون وقت اون دوست دیگری که با یک تعداد دیگه صحبت میکنن میگن که آقا ما فقط خدا رو ببینید مسئله خدا مسئله خدایان یک تحول تاریخی یک تحول تاریخی درازه من بعدا بحث شد یک مقدار عمیقتر میرم الان چون وقت ندارم فقط خلاصه چند تا جملهش رو بگم فقط باید این را بدانیم که این خدایی که شما بهش اعتقاد داری و به هیچ چیز اعتقاد نداری به کتاب اعتقاد نداری به روحانیش اعتقاد نداری به شریعتش اعتقاد نداری از کجا آمده شما از پدر مادرت یاد گرفتی شما از بقال همسایه یاد گرفتی شما از مسجد یاد گرفتی ملا یاد گرفتی نه تو یاد نگرفتی تو از کسایی یاد گرفتی که اونا این کردن اونا نکردن هفت نسل اونا رفتن از اونجا گرفتن یعنی یعنی اون ذهنیتی که تو در مورد خدا داری اگر تو در جامعه اسلامی هستی خدای اسلامه با همه خصوصیات که در قرآن نقل شده خدا الرحمان خدا رحیمه خدا جابر جبار قدرتمند خدا کلاهبردار نمیدونم خدا آدمها ها را هر کسی بخواد به راه راست هدایت میکنه هر کسی نخواد به راه راست هدایت نمیکنه جلو هدایت رو میگیره هر کسی هم جلو هدایت رو گرفت اون موقع اینا میبره در اون دنیا به سیخ میکشه خودش خودش کرده خودشان میشه اینا یه مشخصاته شما به این خدا اعتقاد دارید نه شما در یه جامعه تماما مسیحی بودی خدای تو همون خدایی که اینا میگن پدر پسر و روح القدس که اکثرا هم موقع مرگ میل آدم وقتی مجبور میشه بشنوی کشیشه میاد و میگه که آره چند تا آیه میخوانه که بغلش باز کرده این را هدایت میکنه این را جذب میکنه این را جذب میکنه شما این خدا را اگر در جامعه در جامعه فرض, فرض کنید هندوستان بود ادیان هندی از دیدگاه ادیان نگاه میکردی در نتیجه برای همه عزیزان و برای اینکه صحبت رو میکنم این است که شما اگر در جوامعی هستید که در اونجا اکثریت باور عمومی بر یک خدای معین تعلق گرفته خدای شما هم همون خداست که اونها عنوانش بود حالا تو چشمات بسته به یک تیر چیزا و بعد اینها وقتی وقتی جبار میشن یعنی جبر میکنن قدرت به کار میبرن محکومشون میکنی آقا من فقط به خدای تو خدای تو هم به اون خدایی که اعتقاد داریم جباره خودش در آیش نوشته اینا رو من از زبان خودم که بیان نمیکنم در در نتیجه اگر ولی شما آدمی هستی که در یک جامعه هستی که در اونجا خدا به عنوان یک هویت جمعی و عمومی هویت نداره شاید من نمیدونم در سوئد چقدر این هست یا نیست صد درصد نیست ولی به واقعیت نزدیکی که آدم ها عادت کردن که به خدایان متفاوتی معتقد باشند من دیدم در سوئد حتی کسایی به خدایان شبانیسمه که چنگیز خانم اعتقاد داشت اعتقاد دارن میرن در در بیابان ها و در جنگل ها چادر میزنن با اون خدا دیدار میکنن خدایان مسیحی که اکثرا عادت دارن بیان ملاقات کنن بحث کنن حتی در, در اینجا کسی مدت ها در سوید ادعا میکرد که من زن روح القدس هستم و کلیسا هم کلیسای اون منطقه همونه قبول میکرد این بعد خدایان اسلام وجود داره بعد خدایان دیگر وجود داره حتی خدایان یونان هم وجود داره یعنی خدا 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 و یه دونه خدای خدایان یه دونه زئوس که در اینجا حکومت میکنه این است که قبل از اینکه شما بگید که من خدا را میپذیرم ولی دین را نمیپذیرم کتاب را نمیپذیرم شریعت را نمیپذیرم شما اول باید بشینید اون خدای خودت را توضیح بده یک چه مشخصاتی داره و بعد ببینی این مشخصات که تو ما نقل کردی با اونی که در جامعه حاکم یکیه اوکی ولی اگر اوکی نیست شما یه خدایی در ذهنت به وجود آوردی با یک سری خصوصیات پدر مهربان خالق مهربان گرم رحمان رحیم من را پرورش داده طرفدار زنده بودن مردن کشتن ظلم کردن داغون کردن شکنجه کردن جهنم بردن کار شیطانه ولی این نه اله هست اله موقع ما کتابشو پیدا کنی اون وقت کالبود دینیشو پیدا کنی چارچوبه دینیشو پیدا کنی و تا نکردی مورد سو استفاده اونای قرار میگیری که بله. رو به تو تحمیل کردن من دیگه بیشتر از این پیش نمیرم چون احساس کردم که آقای دادیارم فکر میکنه که آقا چقدر حرف میزنی استاد بسیار سفاسته بس. بس. حیف, بس. حیف که نه سخنان شما اونقدر شیرین و مستدل هست و در واقع برای آگاهی دادن که حیف که وقت نداریم وقت ما همکنون به پایان رسید من تنها مانده است که برای شنوندگان و بینندگان عزیز اعلام بکنم که سایت صوتی ما در تلگرام دادمی هست که دوستان عزیز و شنوندگان عزیز یادشون نره و به آسانی در دسترس هست ما برای کم کردن حج و گذاشتن وقت شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو مانی رادیو تلویزیون مانی این زحمت رو کشیده و این سایت رو مرتب کرده برای دوستان کافی فقط تلگرام داد می و شما همه اون دا و بعد داد به زبان لاتین رادیو مانی بعد. یعنی دو تا نقطه میاد تلگرام نقطه یا داد تلگرام نقطه و می. بعد می چون امروز بعد. که شما صحبت می کردیم منم دوزدکی گوش کردم بعد یه نقطه دیگه رادیو مانی به زبان لاتین بنویسید در تلگرام به خصوص در ایران برای ایرانی ها چون در اینجا یوتیوب و فلان راحت همه جا باز میکنه اینترنت هم باز میکنه ولی بله. در اونجا در ایران به راحتی باز میشه بله نکته پایانی رو فقط بگم که این تدایی کردید برای من این آسمان و, و این سفینه هایی که میرن به آسمان که ما در این حوزه های علمی زمان قدیم هفت سال شهست سال پنجاه سال پیش در این حوزه ها و این شعر سعدی رو که آسمان را بیستون دارد نگاه بیاد افتادم که با این گفته های بد زمان بطلیمیسی چگونه مردم به این پندارها ها که آسمان سخت داره و چندین طبقه سپاس گذارم استاد بزرگ بار بله روز بر همه شنوندگان و بینندگان عزیز خوش با شب یا روز سپاس گذاریم